سوره نساء جزء 4 آیه 7 تا 11. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. برای مردان از آنچه پدر و مادر و خیشاوندان از خود بر جای گذاشته اند سهمی است، و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خیشاوندان بر جای گذاشته اند سهمی است، خواه آن مال کم باشد یا زیاد، این بهره و سهمی فرض و تعیین شده است. و اذا حضر القسمت اولو القربا والیتاما والمساکین فارزقوهم منه و قولوا لهم قولا معروفا. و هرگاه خیشاوندان و یتیمان و مستمندان بر تقسیم میراث حاضر شدند، چیزی از آن اموال به آنان بدهید و با آنان به طور شایسته و نیک سخن بگویید. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. و کسانی که اگر فرزندان ناتوانی پس از خود بر جای بگذارند بر آینده آنان میترسند، باید از ستم درباره یتیمان مردم نیز بترسند، پس باید که از خدا بترسند و سخنی سنجیده و درست بگویند. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. بیگمان کسانی که اموال یتیمان را به ستم میخورند، جز این نیست که آتش را در شکم خود فرو میبرند و میخورند و به زودی به آتشی برافروخته درآیند. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وَإِن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصیت یوصی بها او دین آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا فریضه من الله این الله كان عليما حكيما. خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می کند، سهم پسر
چون سهم دو دختر است. پس اگر دختر بیش از دو دختر باشند، دو سوم ترک بهره ایشان است، و اگر یک دختر باشد، نیمی از ترک از آن اوست، و برای هر یک از پدر و مادر وی یک ششم از ترک می باشد، در صورتی که میت فرزندی داشته باشد. پس اگر فرزندی نداشته باشد و تنها پدر و مادرش از او ارث برند، برای مادرش یک سوم است، و اگر او برادرانی داشته باشد، سهم مادرش یک ششم است. پس از انجام وصیتی است که او به آن سفارش کرده و بعد از ادای دین است. شما نمی دانید پدرانتان و فرزندانتان کدام یک برای شما سودمندترند. این احکام فریضه ای از جانب خداست و بیگمان خداوند دانای حکیم است.